اولا که کاملا یه کرکتر جا افتاده است تو رپ فارسی، صداش خیلی به درد رپ میخوره، کنترلی که داره رو صداش خیلی باحاله، به نظرم صدا خیلی جذابی داره، استایل خیلی جذابی داره به عنوان رپ کن، ولی محتوا صفره. ادبیات این آدم، یعنی اون نوع حرف زدنش اصلا نمیفهمی چی میگه، یعنی 15 بیت میخونه 20 بیت میخونه تو نمیفهمی مثلا بیشتر از 3 4 بیت داره چی میگه، خیلی نوبوزه، خیلی عجیب غریب کلماتو میذاره بغل هم، فقط میاد یه فلو، بعد میخواد حرف سنگین بزنه، میخواد خیلی مثلا دو تا حرف قلمبه سلمی، مثلا میخواد خیلی تاثیرگذار باشه، یا میخواد مثلا خیلی سیاست رو نقد کنه، یا میخواد اجتماع رو خیلی نقد کنه و ایرانو، ولی خب مثلا داره مثلا شروور میگه کلا، یعنی هیچ ساختار و چارچوبی نداره. بعد این آدم نمیتونه بیاد بگه بس با سروش هیچ کس خودش رو مقایسه کنه، بعد به سروش هیچ کس که پیر اکس فلان، بابا ترکی قاضی منو دوست داشته سروش هیچ کسی که کل داری از طرف زن حرف میزنه، به اون قشنگی میاد راجع برابری زن و مرد حرف میزنه، یعنی نابرابری زن و مرد، میاد جای زن حرف میزنه و آخرش پی قاضی میگه قاضی منو دوست، قاضی منو دوست داشت، میاد به تو سیک بودن قاضی رو نشون میده، قاضی بهش میگه درو ببند، وسط ترک به تو یه نشونه هایی میده، هی میره جلوتر میگه حالا حرفای خصوصی تو بزن، میگه شوهرم بهم تجاوز کرده فلان و اینا و اینا، بعد میگه قاضی هم گفت شلوار تو بده پایین، از اول قاضی هم به اون نظر داشته و یعنی کلا داستان چی بوده رو به تو میگه. خب تو نمیتونی، خب تو 50 سال دیگه هم همچین ترکی نمیتونی بدی انقدر تمیز، یا مثلا همون آهنگ جدول و رویا، یا اصلا هم یعنی هیچ کدوم از آهنگای مجاز تو نمیتونی یه ترک در حدش بدی، یعنی یک ورس رپ من به عنوان یه رپ کنه اصلا میگیم ازگل، اصلا من به عنوان یه رپ کنه تخمی، به نظر من آقا تو خودتو با سروش هیچکس مقایسه نکن توی موزیک، توی رپ سروش هیچکس پدر رپ فارسیه، اون موقع که شما صفر بر یک با انفجار بودین اون داشت بازم کلان میخوند، من که یادمه که شما فقط صداتون و استایلتون لاتیه، حالا چهار تا خالم کوبیدین اوکی، ولی سروش هیچکس شاعره، سروش هیچکس یعنی خیلی خلاقه، اصلا با حسین قابل مقایسه نیست، یعنی حسین 15 سال برای رپ فارسی هیچ کاری نکرده، سروش هیچکس 1000 تا کار کرده، 1000 تا نوآوری، میاد 4 تا حرف قلم مثل زنجانی تو پولا، مثلا فازش زنجانی تو پولا، اما اینا چیه بابا، بابا برو ببین داره چی کار میکنه یارو، یارو اینقدر خودتو مقایسه نکن، خلاصه من فقط همینو میخوام بگم، او استایلت باحاله، اصلا شبیه هیروهای همه باهات حال میکنن، ای ور کلی فن داری، ولی سروش هیچکس اصلا از تو جز سواه جداه، اینو بدون. حالا الان هم که فازشو گرفتی تو، یا ببین بیا بگو سایت شرط بندی بده، یا نه یا بگو این ای که من گرفتم الان از خارجی ها بین المللی، اون فیشینگ بهزاد لیتو نمیدونه داره پشتیبانش چی میشه، من میدونم پشتیبانم چی میشه، اوکی مثلا میخوای بگی بهزاد لیتو زیر شاخه است و تو رفتی اسکریپت مادر گرفتی که پول بیشتری بخوری، که درصد بیشتری برداری، خب ما هم خریم، فکر میکنی ما اینجا وصل نیستیم نمیدونیم چی به چیه، رفتی یه دونه پرووایدر گرفتی از صفر، اگه میرفتی بله زیر مجموعه باشی نمیدونی ساپورت تیکت چیه، که پشتیبانی داره به کاربرت چی میگه، ولی مثل حسین شما برید پرووایدر بخرین، یعنی چی؟ یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه شما میتونید خودتون پشتیبانی جواب بدین، درصدتون 80 درصد